بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين استغفر الله ربي وأتوب إليه الفصل الثالث في الجماعة والنظر في أطرافين الطرف الأول الجماعة مستحبة في الفرائض كلها وتتك... وتتأكد في الصلوات المرتبة ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائد بحث ما در ركن كيف فعلا در أن مشغول هستيم بفصل سوم که فصل اول راجع به خلل در نماز بود فصل دوم در مسائل و احکام مربوط به قضای نماز بود سومین فصل که فعلا مشغول میشویم راجع به نماز جماعت و احکام جماعت هست که بازم یکی از احکام فرعی و توابع نماز را تشکیل میدهد. در این خصوص مرحوم محقق میفرماید الفصل الثالث فی الجماعه سومین فصل در جماعت هست و نظر فی اطرافین و بحث ما بر اساس چند محور و در ضمن چند مبحث تعقیب خواهد شد الطرف الاول اولین مبحث الجماعت و مستحبتون فی الفرائض کلها جماعت خواندن یا در جماعت خواندن مستحب هست در همه فرائض که در این خصوص مرحوم صاحب مدارک میفرماید که در مسئله نقل اجماع شده است وقت فرمود فی الفرائض کلها این فرائض کلها اختصاص به فرائض یومیه ندارد به این معنا که فقط صبح و ظهر و مغرب عشا باشد نماز قضا را میگیرد نماز تواف را میگیرد نماز آیاد را میگیرد نماز میت تمام اینها در واقع شاملش خواهد شد و بعید نیست که کلمه فرائیز را بر نماز منظوره هم اطلاق بکنیم اگر کسی با نظر و عهد و قسم و یمین و امثال اینها بر خود نماز را واجب کرد اون هم می شود جزء فرائیز به یک معنا این اولین مسئله دومین مسئله و تتعکدو فی الصلوات المرتبه و مستحبش یا استحبابش افزایش پیدا می کند مؤکد می شود در نمازهای مرتبه و یومیه پس کل فرائض به جماعت خواندنشون مستحب هست نمازهای یومیه مستحب برتر و با تأکید بیشتر هست که در این خصوص در ابواب صلات الجماعی و سائل و شعه کتاب السلات باب یک حدیث یک و باب دو حدیث نور داریم که از اونها ارز کنم تأکید بیشتر استفاده می شود و البته روایات در این خصوص بسیار بیشتر از این چیزه هاست همین دو باب کرس کردم اگر روایات را ببینیم روایات زیاد هست در قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 43 داریم ورکه او معراکعین با رکو کنندگان رکو بکنید که ناظر به نماز جماعت هست که اقل امر هم بازم هم همون استحباب هست لذا در این خصوص روایات زیادی داریم خصوصا آنچه که از سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اقدامات عملی اون بزرگوار و تشویق که برای این کار میکردن کاملا استحباب مؤکد اون استفاده می شود از جمله در یک از همون روایاتی که عرض کردم در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست که وقتی اون بزرگوار مسلمانان را ارشاد کرد دعوت و تبلیغ کردن به نماز جماعت یک کوری به محضرش رسید و گفت یا رسول الله برای من آمدن از خانه تا مسجد دشوار هست و اینکه که عرض کنم خدمت با سعادت شما ای چه بسا اصلا مسجد را گم بکنم اگر بخوام بیام برای من این حکمی یا این فرمایش معکد شما چی خواهد شد که بر اساس اون روایت که از این فرمایش نهایت تاکید استفاده می شود اون حضرت فرمود که شما مثلا می توانید رسمانی چیزی از دم منزل خود ببندید تا مسجد یعنی یک سرش مثلا در دروازه مسجد سر دیگرش در دم عرض کنم خانه شما باشد که وقتی عرض کنم صدای ما از این را شنیدید و یا وقتی نماز شد با استفاده عرض کنم از این نخی که بین مسجد و خانه شما هست می توانی براحت خود را به مسجد برسانی پس از این روایت و امثال این روایت نهایت تأکید در این خصوص قابل استفاده هست بحث بعدی مسئله بعدی یا فرع سوم ولا تجب و واجب نمی باشد ارز کنم این نماز جماعت یا به جماعت خواندن مگر در نماز جمعه و دو تا عید عید فطر عید اون هم با شرایطش که امام معصوم علیه السلام حضور داشته باشد بر اساس یک قول چون نماز عیدین در عصر غیبت واجب نیست اگر امام معصوم نماز جمعه را اقامه کرد یا نماز عیدین را اقامه کرد اونجا خواندن اینها به جماعت از واجبات نماز می شود در غیر اون ما دلیل بر وجوب جماعت نداره مستحب موکد هست اما واجب نیست لذا اینکه فرمود ولا تجب الا فی الجمعه این ناظر به عرض کنم وجوب بالاصاله هست یعنی در دستور اولیه شرع ما این که نماز را با جماعت بخوانیم واجبا نداریم اما عارضا اشکالی ندارد ممکن است بالعرض اگر کسی نظر کرد که تا یک ماه مثلا نماز خود را با جماعت بخواند اینجا بر واجب می شود تا این واجب واجب بالعرض هست واجب بالاصاله نیست یا عرض کنم خدمت با سعادت شما اگر کسی به قرائت نماز جاهل هست اگر خودش نماز خود را بخواند اشتباه میخواند منتها با اشتراک در جماعت نماز او صحیح خواهد بود بازم از باب مقدمه واجب و امتصال امر خداوند اشتراک در نماز جماعت برای این فرد واجب خواهد بود برای اینکه بتواند نماز خود را درست انجام بدهد پس میبینیم که ولا تجب الا فی الجمعه و العیدین مع الشرایط و واجب نمی باشد اون جماعت مگر در جمعه و عیدین اون هم با شرائطش که حضور معصوم علیه السلام باشد فرع دیگری که باز اینجا مطرح فرموده است ولا تجوز فی شیء من النوافل و جایز نمی باشد جماعت خواندن در چیز از نمازهای مستحبی مثل نماز شب مثلا اینها را یا نوافل یومیه را اگر کسی بخواد به جماعت بخواند میفرماید جایز نیست که در این خصوص در وسائل الشیعه در ابواب نافلت شهر رمضان باب ده حدیث یک باب هفت حدیث شش را داریم که ارز کنم خدمت با شما به سراحت نهی میکند در واقع فقط در خصوص نماز واجب هست که جماعت تشریع شده است در نمازهای مستحبی دلیل نداریم در یک از همون روایات به سراحت معصوم فرمود که لا جماعت فی نافله جماعت نیست در نمازهای مستحبی لذا می فرماید لا جوزفی فی شیء من النوافل عدل استسقاء والعدین بله نماز استسقاء که از مستحبات هست یا نماز عیدین در عصر غیبت که از مستحب باز هد ما اختلال شرایط الوجوب با مختل بودن شرایط وجوب که همون حضور امام معصوم باشد اگر امام معصوم باشد که در نماز عیدین همشنانی که گفتیم خواندن جماعت واجب هست در عصر غیبت خواندن نماز عیدین مستحب هست در وقتی کمبود نزولات آسمانی خواندن نماز استسقا مستحب هست این نمازها را در این شرایط می توان با جماعت ادا کرد لذا فرمود که در نمازهای مستحبی جماعت مشروع نیست مگر در این دو مورد که با شرایطی که توضیح دادیم این که نماز استسقا و ایدین را می توانیم عرض کنم با جماعت بخوانیم در درس های قبلی مفصل در این خصوص بحث شد که می توان مراجعه کرد خب و تدرک درک و جماعتا به ادراک رکوع و به ادراک الامام راکعا علی بعد از این قواعد کلی که راجع به نماز جماعت گفتیم بحث دیگری که اینجا مطرح شود این است که با توجه به اینکه امام نماز خود را شروع می کند تا کی فرصت هست که معموم به جماعت ملحق بشود اینجا می فرماید دو حالت دارد یکی این که ارز کنم درک بکنیم رکوع امام را یعنی کاملا با امام در رکوع برویم مثل این که امام مشغول سوره بودن ما اقتدا کردیم به صورت طبعی فرصت هست می توانیم با امام همزمان به بر رکوع برویم یکی دیگر این که نخیر امام در رکوع بود ما تازه اقتدا کردیم ولی قبل از اینکه سر از رکوع بردارد خود را به رکوع امام برسانیم در هر دو صورت یعنی در هر دو شوهی که گفتیم ادراک جماعت ممکن هست پس اگر کسی به هر علت تأخیر داشت آمد دید که امام سر در رکوع هست فورا اگر اقتدا بکند و خود را به امام برساند کافی خواهد بود من ادرک رکعتا فقط ادرک الجماعه و در واقع یک رکعت نماز کامل او با همین درک رکوع امکان دارد لذا فرماید و تو درک السلات جماعتا درک می شود نماز با جماعت یعنی نماز نماز جماعت حساب خواهد شد با درک کردن رکوع اگر کسی با امام رکوع بکند و به ادراک الامام راکعند و, براس و با رساندن خود به امام در حالی که امام در رکوع باشد علی القول الاشبه بنابر قول که اشبه به اصول مذهب هست این نظر مرحوم محقق هلی رضوان الله تعالی علیه هست در این خصوص این که اصلا با امام در رکوع برویم جماعت را درک میکنیم مثل اینکه در سوره اقتدا بکنیم مسئله اجماعی هست و مرحوم صاحب مدارک به صراحت میفرماید در این خصوص حرف خاصی نیست میان فقها ها اگر امام در رکوع بود و ما نیت کردیم و ملحق شدیم بازم در که جماعت صدق میکند روایات داریم در باب چهل و پن از باب صلات الجماعه در وسائل الشیعه روایات زیادی در این خصوص نقل شده است درست است که مسئله زمینه اختلاف دارد ولی با توجه به روایات وارده و روایات کثیره اینجا هم مسئله تمام هست خب بحث دیگری که اینجا هست و اقل و ما تنعقد و به اثنین و کمترین چیزی که منعقد می شود با اون نماز جماعت دو نفر هست و اقل و ما تنعقد و به اثنین یعنی حداقل با دو نفر نماز جماعت منعقد می شود که در باب 23 از ابواب صلات الجماعه حدیث یک را داریم که در این خصوص ارز کنم اشاره دارد و قل ما تنعقد به اثنین الامام احدهما یکی از اونها عرض کنم امام هست دیگه با کمتر از دو نفر امکان جماعت خواندن نیست بحث دیگری که اینجا مطرح فرموده است ولا تصح مع حائل بین الامام و المأموم یمنع المشاهده و صحیح نمی باشد نماز جماعت با یک حائل با یک مانع مثل دیوار مثل پرده و امثال اینها بین امام و مأموم در حدی که من بکند مشاهده ای امام را با واسطه مأموم اگر میان امام و مأموم فاصله بیندازند در وقت نماز جماعت این فاصله درست نیست و موجب بطلان جماعت خواهد شد لذا می فرماید الا ان یکون المأموم امرأتن مگر اینکه مأموم خانوم باشد اشکال ندارد امام جماعت آقا هست معموم خانوم هست میان امام و معموم یک پرده هست فاصله اینجا اشکال ندارد اما اگر هر دو طرف چه امام چه مأموم همه ایشون مرد هستند، نباید فاصله باشد و نباید چیزی مانع از دیدن امام بشود اصلی که ممنوعیت ها در این خصوص روایت داریم در باب 62 دو حدیث دو را داریم این که عرض کنم خدمت با شما اگر زن بود اشکالی ندارد که حائل باشد بازم در باب شست حدیث یک را داریم پس مسئله از این جهت هم تمام هست که ولا تسخمه حائلین بین الامام و المعموم المشاهده الا ان یکون المعموم امرأتن در همون روایات وسایل شعه اشاره شده است اینکه بین امام و معموم فاصله میاندازند حائل درست میکنن با پرده و اینها این کار جبارین هست در اصل شرع نیست در واقع بعد از حاضر شدن در محضر خداوند متعال نباید اونجا حالت تکبر و تفوق و ریاست طلبی و اینها آشکار بشود اینکه امام خودش را شخصی ممتاز قرار بدهد و در واقع مکتوم و پردنشین از دیگران بکند همچو چیزی در حالت نماز قابل قبول نیست ظاهرا حکمت این مسئله همین بوده است که ممکن است ارز کنم ایمه جماعت برای خود امتیاز طلبی بکنند و تشریفات درست بکنند و اینکه کسی اونها را نبینند کسی دسترسی نداشته باشند در فاصله دورتر باشند به این جهت ارز کنم از این چیزها من شده است و حتی بهتر هست که جایگاه امام جماعت در زمین پایین تر از معمومین باشد که توضیحش خواهد آمد لذا می فرماید ولا تنعقد و الامام اعلا من المأموم و منعقد نمی شود نماز جماعت در حالی که امام جایگاهش بلندتر از معموم باشد این در ادامه همون حائل هست چطور میان امام و معموم نباید دیوار یا پرده فاصله باشد و در واقع عرض کنم خدمت با سعادت شما امتیاز طلبی باشد همچنین حق نداریم که امام را جایگاهش را بلندتر از معموم قرار بدهیم در نماز جماعت مثلا امام در طبقه دوم معمومین طبقه اول همچی چیزی قابل قبول نیست ولا تنعقد والامام اعلا من الماموم بما يعتد بک البته اون بلندی که قابل اعتنا باشد به با چشم بیاد کل ابنی مثل بناها دیوار درست بکنن طبقه بسازن علا ترددین که البته از جهت مدرک و دلیل مرحوم مصنف اینجا با نوع تردید به مسئله نگاه میکنه در باب 63 حدیث یک را داریم که شاهد این مسئله هست که مرحوم صاحب مدارک رضوان الله علیه فرموده است این روایت از جهت سند ضعیف هست به همین جهت هم مرحوم محقق علا ترددین میفرماید ولی بدون شک مقتضای احتیاط این هست که نباید جایگاه امام در حال نماز خواندن بلندتر از مأمومین قرار داشته باشد منتها و یجوز ان یقف علا علوین من عرض منحدرتین جایز است این که استاد بشود امام جماعت علا علوین بر بلندی از یک زمین که منحدر سوست هست احیانا ارز کنم خدمت با سعادت شما بعضی زمین ها کلا رگستان و سوست هستند خب یک قسمتشون بالا یک قسمت پایین هست یا احیانا خود زمین دارای شیب هست مثلا اگر زمین دارای شیب باشد اشکال ندارد که امام جماعت در جای استاد بشود که قسمت بلندی زمین باشد مثلا با این حالت اشکال ندارد که در واقع چیز غیر طبعی قلم داد نمی شود اما اگر با دستازی دیوار درست بکنیم ارز کنم خدمت با سعادت شما ساخت و سازی بکنیم که نتیجه اش بلندی جایگاه امام بر معمومین باشد میفرماید این کار قابل قبول نیست برعکس اگر معموم در جای بلندتر از امام بیستد اشکالی ندارد مثل این که معموم در طبقه دوم هست امام در طبقه اول ولو کان المعموم علا بنا این اگر معموم بر یک بنای مرتفع باشد و امام در جای پایین تر کان جایزن این کار جائز هست که مرحوم صاحب مداریک اینجا با جدیت می قطع الاسحاب و به جوازه اصحاب و علمای شیعه طایفه محقه بر این مسئله قطع دارند یعنی مسئله هیچ گونه غباری ندارد از نظر فتوایی پس میبینیم امام باید از خودش تواضع نشان بدهد با توجه به اینکه زمینه امتیاز طلبی و فرصت طلبی هست امام نباید بلندتر از معمومین باشد معمومین اگر بلندتر از امام جایشون باشد مسجد دو طبقه هست در طبقه اول همه اش کنم آقایون مثلا و امام جماعت و طبقه دوم خانم ها و بالاتر از امام جماعت قرار گرفتن فرمودن این اشکالی ندارد ولو کان المأموم علا بنا این عالین کان جائزن از این مرحله که بگذریم مسئله بعدی که در خصوص جماعت مطرح فرموده است ولا یجوز و تباعد المأموم عن الامام به ما یکون و فی العاده جائز نیست دور بودن مأموم از امام با مقداری که در عادت زیاد حساب بشود از متعارف بیشتر باشد این هم باز از اون مسائل مهم است البته این دور بودن اگر با عرض کنم خدمت با سعادت شما تعداد نمازگزاران پر بشود اشکال ندارد اون لابدمین هست که خود مرحوم مصنفم ذکر کرده است در غیر اون اگر با فاصله هزار متری مثلا دو هزار متری امام اونجا باشد معموم در فاصله دورتر گذشته از بسلقگی و به که در حیعت نماز با وجود می آورد باز در موارد ممکن است باعث یک نوع امتیاز سلبی برای امام بشود که امام اجازه ندهد دیگران در نزدیک او قرار بگیرند و جایز نیست دور بودن معموم از امام جماعت به گونه ای که در عادت و عرف زیاد حساب بشود مثلا البته اینجا مرحوم محقق معیار را عرف دانست همانطور که در کثیر و شک معیار عرف دانست بسیار از فقها یا مشهورشون فرمودن که این تباعد را با یک خطوه با یک گام معمولی ما باید ملاک سنجی بکنیم به اندازه یک گام متعارف در راه رفتن اشکال ندارد اگر بیشتر از اون فاصله باشد این فاصله مبتل جماعت خواهد بود در این خصوص بازم مرحوم صاحب مدارک ادعای جماع کرده است که نباید فاصله زیاد بین معموم امام باشد حالا این که زیاد را از عرف بگیریم یا با یک خطوه یعنی یک قدم اون بحثی دیگر است اذا لم یکون بینهما در صورتی که نباشد میان امام و معموم صفهای متصل خب گاهی ممکن است صد هزار نفر در یک جماعت اشتراک بورزند اون بحثی دیگر است به صورت قهریک بین امام و معموم ممکن است ده ها میتر فاصله باشد اون اشکال نداره با توجه به اینکه صف اول متصل به امام بعد دوم بعد سوم تا صف صدوم مثلا هر صف با صف جلوی اش و از طریق صف جلوی ان نهایه به امام میرسد و متصل است و اشکالی ندارد لذا می فرماید اما اذا توالت الصفوف فلا اما اگر صفها به هم متصل باشند و در نتیجه کسرت صفوف و تعداد نمازگذاران فاصله بیفتد میان امام و معموم این فلا اشکالی ندارد در صورت متعارف اینکه پنج نفر هست ده نفر هست یک فاصله بزرگ میان امام و معموم قرار داشته باشد این کار کاری درستی نخواهد بود خب از این مرحله که فارغ بشویم در محور اول بحث بعدی این هست که همانطور که مستحضر هستید یک سلسله وظایف در نماز جماعت بر عهده امام گذاشته شده است مثل خواندن حمد و سوره یک سلسله وظایف مشترک هست مثل ذکر رکوع و سجود یا انجام دادن رکوع و سجود بحث در این هست که اگر احیانا امام مشغول خواندن حمد و سوره هست و معموم خب در این حالت از نظر شرعی آزاد و بیکار هست آیا او هم می تواند مثلا پشت سر امام قرائت را خودش انجام بدهد یعنی مشغول حمد بشود مشغول سوره بشود آیا مطلقا جایزه هست مطلقا جایز نیست در مسئله تفصیل هست میان نماز جهری و اخفاتی فرق می کند در نمازهای جهری با توجه به اینکه ما صدای امام را می شنویم پس باید به قرائت امام گوش بکنیم در محتوای قرائت امام تفکر بکنیم و در نماز اخفاتی خود ما مثلا مجاز هستیم مسئله چی هست؟ این مسئله معرکه آراه هست مرهم صاحب مدارک رضوان الله علی در زیل همین مسئله از جد خودش مرهم شهید سانی اینگونه نقل میکند که لم یقف فی الفقه علا خلاف فی مسئلتین یبلغ ما فی هذه المسئله من الاقوال شهید سانی فرموده است که در کل فقه به هیچ مسئله بر نخورده است که به اندازه این مسئله در اون اختلاف اقوال فقها باشد تعدد آرا وجود داشته باشد پس مسئله جدا محل اختلاف هست گرچن مرحوم محقق هل رضوان الله علی اینجا فقط سه تا قول را نقل میکند و ما همین سه قول را نقل میکنیم و به همینها اکتفا خواهیم کرد اولین قول که قول خود مرحوم مصنف هم هست ایشون میفرماید و یکره و مکروه می باشد ان یقرا المأموم این که قرائت بکند مأموم پشت سر امام الا اذا کانت الصلاة جهریه مگر در صورتی که نماز جهری باشد ثم لا یسمع ولی در عین حال شنیده نمی شود قرائت امام ولا هم همتن و هم امام هم شنیده نمی شود همهمه همه یعنی اون صدایی که کاملا قابل تمیز و قابل تفکیک نیست صدا به گوش ما میرسد ولی کاملا قابل فهم نیست خب در این خصوص پس اولین قول میفرماید مکروه هست نه اینکه حرام باشد یعنی اگر کسی پشت سر امام قرائت را انجام داد در نمازش مشکلی وجود ندارد مکروه هست یعنی ثواب نماز کمتر هست که کسی پشت سر امام قرائت بکند فقط دو مورد را ایشون استثناء کرده است یک مورد این که نماز ما نماز جهری است مثل نماز صبح ولی صدای امام شنیده نمی شود مثلا صفوف بسیار زیاد هست فقط صفهای اول صدای امام را می شنون. یا این کرس کنم صدای امام را حتی در حدی هم همه هم نمی شنون. فقط در این دو صورت هست که ما حق داریم اون هم در نمازهای جهریه که ارز کنم پشت سر امام قرائت بکنیم و البته قرائت ما اینجا مکروه هم نخواهد بود پس قول اول صحبت از کراهت میکند در کل نمازهای پنجگانه اگر پشت سر امام قرائت بکنیم فقط ثوابش کمتر بود خواهد بود نه اینکه نماز باطل بشود نه اینکه کار حرام کرده باشیم در نمازهای جهریه یکی صدای امام برای ما نمیرسد هم همه امام برای ما نمیرسد اونجا حتی قرائت کردن خود ما مستحب خواهد بود این قول اول هست قول دوم فرمودن که این کار کار حرام هست این که ما در نماز جماعت با این که این کار وظیفه ای امام هست امام هم دو سوره رو میخواند ما هم پشت سر امام قرائت بکنیم کار ما نه تنها مکروه حرام هست فرق هم نمی کند که در نمازهای جهری باشد نمازهای اخفاتی باشد صدا و هم همه امام را بشنویم یا نشنویم قول سوم فرموده است که ما قائل به تفصیل هستیم منتها در میان نماز جهری و اخفاتی فقط در نمازهای اخفاتی مثل نماز ظهر عصر مستحب است که فقط هم را قرائت بکنیم در نمازهای جهری که کلا باید به قرائت امام گوش بکنیم در نمازهای اخفاتی مستحب هست که معموم به علاوه امام منتها فقط قرائت حمد را داشته باشد نه قرائت سوره پس در مسئله سه تا قول داریم و میبینیم که مسئله بسیار مهم هست آیا صدای امام را بشنویم یا نه آیا نماز نماز ارز کنم جهری هست یا اخفاتی آیا ارز کنم خدمت با شما در رکعت اول هستیم یا دوم تمام اینها از این جهت ارز کنم شقوق احتمالات دارند در هر صورت میفرماید و یکره و مکروه میباشد اینکه قرائت بکند معموم پشت سر امام مگر زمانی که نماز جهری باشد ثم لایسمع بعد نمی شنود یا شنیده نمیشود ولا هم همهمتن ثم لا یسمع ولا هم بعد نمی شنود صدای امام را و نه همهمه امام را این قول اول که قول مصنف همین خواهد بود قول دوم و قیل یحرم قرائت کردن پشت سر امام مطلقا حرام هست در نماز جماعت هر جماعتی که باشد هر نمازی هم که باشد فرقی نمی کند در خصوص این قول که همین قول ظاهر مدارک هم هست در باب سی و یک از ابواب صلات الجماعه حدیث یک و پنج را داریم که شاهد این مسئله است که مطلقا حرام هست و قیل قول اون فرموده است که یستحب مستحب می باشد ان یقر الحمد این که بخواند معموم سوره حمد را فی ما لای و چرفه در اون جایی که نماز ما جهر در اون نمی شود یعنی مثل نماز ظهر عصر یا رکت سوم مغرب یا رکعت سوم چهارم اشا خب البته خب اون رکت ها که هیچ خودی طرف باید ذکرش بخواند فقط ارز کنم در نماز ظهر عصر مثلا اینجا مستحب هست که خودی آدم حمد را بخواند برای این قول هم در باب سی و دو از ابواب صلات الجماعه حدیث یک را داریم که شاهد این مسئله هست ولی مرحوم و محقق می فرماید والاول اشبه یعنی قول اول ارز کنم خدمت با سعادت شما اشبه به اصول مذهب هست که مکروه هست مطلقا مگر در نمازهای جهری که صدا را نشنویم و هم همه امام به گوش ما نیاید بحث دیگری ای که اینجا مطرح فرموده است باز راجع به قرائت اینکه اگر امام صلاحیت نماز را نداشت ولو کان الامام من لا یقتدا به اگر امام از کسانی است که به او اقتدا نمی شود ما تقیتا به او اقتدا کردیم مثلا نماز او نماز کامل و درست نیست ولو کان الامام و وجبت القراءه اینجا نه تنها باید سکوت بکنیم و به قرائت گوش بکنیم واجب است که خود معموم قرائتش را ادامه بدهد در واقع اینجا صورت صورت جماعت هست جماعت واقعی نیست هر کس نماز خود را فرادا میخواند امام هم معموم هم معموم به حسب ظاهر از باب تقیه اقتدا کرده است منتها در واقع خودش باید قرائت خود را بکند هم دستوره خود را کامل بخواند که صاحب مدارک اینجا همین استدلال را دارد لکونهی منفردن فی نفس الامر در واقع و فی علم الله او که قصد جماعت ندارد فقط از باب تقیه شرکت کرده است خود در نماز فرادا قطعا خود مسلی و نمازگذار باید قراءت خود را به صورت کامل خودش انجام بدهد به همین جهت هست که فرمود وجبت القراءه بدون هیچ گونه تردیدی این تمام بحث تا اینجا راجع به بخشی از محور اول نماز جماعت و البته تا هنوز یک سلسله مباحثی در واجبات و همچنین مستحبات و مکروهات مبحث اول باقی مانده است که با حمایت و لطف خداوند متعال و با عنایتش ان در های بعدی پیگیری خواهیم کرد غفر الله لنا و و السلام علیکم ورحمة الله وبركاته أضحى فؤادي في واجبي والنفس دوما في لغوبي من ثقلي وزري وذنوبي والعبد لا يرجو سوى مولا فانعم واكرم وطعم